انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. پیکر مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی. آنچه که در اون سند خوندم به طور قطع وزارت اطلاعات در مرگ احمد خمینی نقش اساسی داشت. بعد حق داد به مردم که به همه چی مشکوک باشن، خیلی شایعات رو هم باور کنن، برای اینکه اتفاقا خیلی هاشم مدن درست از آب در میاد. درباره احمد خمینی من به هیچ وجه نه سوء ظنی داشتم نه اصلا برام موضوعی بود که روش تمرکز بدم تا سر قطعه زنجیری. سر قطعه زنجیری یک سری از اسناد سعید امامی دستم تو اون شرح تفاصیلی که من میخوندم خیلی وقیحانه و خیلی با شقاوت توصیف شد. وقتی دوست سنگر دشمن شد باید ویرانش کرد. آقا خمینی سال 58 بیچاره حمله قلبی میشه. این حمله قلبی دیگه آقا خمینی یه مقدار نیمه کارش میکنه دیگه. تو خاطرات آقای منتظری هست، به امام این حرف نزنید ناراحت میشه، این حرف این که همش دیگه مدیریت احمد خمینیه. اگر شما از آقای خمینی وقت میخواستی میگم اول به من بگو با آقا چی کار داری، به دلیل حال آقا من باید بدونم، بعد اگه مطابق میلش نبود نمیذاش آقای خمینی رو ببینی. حالا نه مثل منی که شاید مثلا رئیس سازمان گسترش میشه مدیر رده سوم مملکت، حتی در حد وزیرا و رؤسای قوا هم گاهی این کارو میکرد. همه کاره بود، نامه ها رو مینوشت، چون خطش هم مثل باباش بود، تمام نامه ها رو مینوشت، همون نامه رنج نامه به منتظر هم این نوشته بود، همه کاره این میکرد، همه کار احمد میکرد. حضرت احمد خمینی به سمت محل سخنرانی رفتن تا پیام رهبر انقلاب امام خمینی رو قرائت کنند. و غرب زدگان و غرب ماجرای سودای رهبری احمد درسته به نظر من. فکر کرده بود که میتونه رهبر شه، اون قدرتی که تو بیت بود رو نذاره برد دستشون برون، و خب طبیعتاً باید که منتظری رو از سر راه بر می داشت. احمد خمینی در عزل منتظری و عزل بچه های نجف آباد نقش محوری داشت. احمد هم منتظری برای این عزل نکرد که آقای خامنه‌ای بیاد، عزل کرد که خودش بعد پدرش خودش به اصطلاح نقش داشته باشه. سر جنازه آقای خمینی این بحث مطرح میشه که شورای رهبری درست شه. طبیعتا هاشمی معلوم بود رئیس جمهور میشه، بعدم شد همکار اون شورا.
وقتی رفتن در مجلس خبرگان دیدن این رأی نمیاره، فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رأی بگیره. آقای هاشمی جل کرد در مجلس خبرگان وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمدآقا گفتن که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبروی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن. اینو من با از احمدآقا نقل میکنم با واسطه داستان جعله، یعنی دست کم خلاف وصیت‌نامه آقای خمینی بود که اگه من مردم هر چی دیگه به من نسبت دادن یا باید کتبی باشه یا نوارم موجود باشه. سندش منم، اگر آیون مایلن من نقل کنم و الا نقل کنم. بله سند جناب آقای هاشمی. در حقیقت احمد خمینی به خاطر سن کمش، نداشتن وجاهت مدیریت علنی در مجلس خبرگان، مقلوب ناطق بودن آقای خامنه‌ای و رفیق بودن آقای هاشمی با خامنه‌ای شد. چون احمد خمینی نمیتوانست مطابق اون استانداردها اون زمان رهبر بشه که خودش این توقع داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این فهمید که دیگه حالا زورش به هاشمی و خامنه ای نمیرسه و نمیتونه رهبر بشه، ولی به شرطی که جایگاهش رو خلاصه حسابی نگه دارن و اون داستان جعلی را اومد گفت و خامنه ای شد رهبر. با خودمون رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه. بسیار خوب. اولش بهش وعده دادن شورای 3 نفر، اینو قبول کردن، قرار گذاشتن، بیعت کردن. بعد که رفسنجانی رفت تو مجلسی یه دفعه زد به سیما آخر رو گفت امام گفتن خامنه‌ای رو دارید دنبال کیش نرید، رفت به این احمد هم نشست آقا تو هم بیا تایید کن برای که به نفعته. آقای خامنه‌ای که نمیخواد رهبری کنه، قدرت دست توه. از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما به فتوای امام شما رو ولی خودمون میدونیم و لحظه ای از تأیید و تکریم و سایر چیزهایی که وظیفه‌مون هست در مورد شما انجام بدیم کوتاهی نخواهیم کرد. خرش کردن، بعد روز به روز بیشتر زدنش، بیشتر ازش قدرت گرفتن، هیچ کاره شدن، عملا هیچ کاره شد. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. خامنه‌ای تونتون داشت بساط رهبریشو میچیند. رهبر بزرگوار و عزیز و محبوبمان، مواضع قدرت مختلف مثل رادیو تلویزیون، مثل بنیاد مستضعفان، نیروهای مسلح، اینا رو دستگاه اطلاعاتی کشور همه رو داشت میگرفت دست خودش. یعنی درست همونا رو که تو میبینی میفهمی چی میکشیده، یعنی در چه حالت و روزی بوده. آقا تو قدرت مال تو بود با یه اشاره، حالا از دستت که رفته هیچی. داری زن ناغارم حساب دلی کنه، خیلی برای سنگی بود. Yeah.
دو سه سال گذشت یواش یواش از 68 و 69 به بعد، احمد هم منزوی شد دیگه و هم به شدت ناراضی شده بود. در جلسات خصوصی آقای خامنه‌ای مرداریش نقد می‌کرده. نظام ما با آراز مردم به وجود آمده، حتی رهبری نظام با آراز مردم به وجود آمده. ما باید سعی کنیم جمهوریت نظام یعنی اتکای نظام به مردم رو با تمام وجود حفظ کنیم. و حتی از آقای منتظری حلالیت طلبیده، می‌خواسته به دیدار منتظری بره. میرفت در کوچه مرحوم منتظری، یه بقالی بود، میرفت اونجا میشست، میگفت آقای منتظری منو نمیپذیره، ولی من از تو خواهش میکنم سعید و احمد اگر اومدن اینجا یا اگر خود آقا رو دیدی برای من حلالیت بطلب. اینو من از خود آقای منتظری شنیدم و از فرزندش. یعنی فکر میکرد که چه کار کرد که منتظری از سر را دور بشه و عاقبت داستان چی شد، خودش هم اینجوری تردش کرد. دلم یه مرتبه برای امام تنگ شد، یاد امام افتادم، دلم شکست اینجا، یاد روزهای پر خاطره‌ای که برای هیچ کدوم فراموش شدنی نیست. بعدم گفتن سکته کرده و البته برادر بزرگش هم سکته کرده و چاق هم شده بود، شاید زمینه سکته هم داشت، ولی همون موقع خیلی حرفا در اومد که احمد رو کشته. یادمونم باشه دوره ایست که بیشترین ترور در جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی شد و آدم فاسدی مثل فلاحیان وزیر اطلاعات بود و مجری اوامری که هاشمی و خامنه‌ای در رأسش بودن. در جریان افشای قتل‌های زنجیره‌ای یک بار فلاحیان جمله مهم میگفت، گفت کسایی که در باره قتل‌های زنجیره‌ای حرف زدن این آقای باقی بود که یک نکات مستدل میگفت. این خیلی مهمه، روش باقی روش تحقیقی پژوهشی تا روش جنجالی و هیجانی، و این رد نشده که ایشان کشته شده و کار سعید امامی. سعید امامی و با اون تیمی که داشته میگن اینا تدریجاً زمینه سکته دادن احمد خمینی از طریق ورود سم انجام میدن. مرگ رو به گونه ای ساختن که یک دوران 4-5 ماه رو طی کنه. احمد چندین نوع دارو بود، داروی فشار خون میخورد، داروی میخورد برای قلبش، دارویی میخورد برای قندش، بعد هم مسئله اعتیادش خیلی دست و پاگیر شد. داستانهایی که همون موقع مطرح شد که احمد رو کشتن بیوجه نیست، کاملا محتمل است که احمد رو هم سرش رو بریده باشن و خلاصه کشته باشنش و او رو از سر راه برداشته باشن. خانواده خمینی خانواده ایست محافظه‌کار، با همه محافظه‌کاریشان حاضر به تکذیب ادعای باقی نشدن. این خیلی مهم بود. نظام به نظر من این مسئله رو جنجالی نکرد، ساده ازش عبور کرد و این نشان میداد که چیزی بوده. من نمیدونم آقای خامنه‌ای موافقت کرده بوده یا نبوده، ولی آنچه که در اون سند خوندم به طور قطع وزارت اطلاعات در مرگ احمد خمینی نقش اساسی داشت. احمد خمینی کسی بود که با خیلی ها خودمانی بود، ولی خودمانی تبدیل به دشمنی شد. این واقعیتیه. احمد خمینی همواره دنبال یارگیری بود، حتی یه سمپاتی هم داره به مجاهدین، بعد به بنی صدر ببینید، ولی آرام آرام باز میرسه با خودش باشه. احمد توی صحبتی گفته بود که ما نه این برباد باشه نه اون بر، بعد یک خط سومی درست شه. این شد که دوستانش و هواداراش و این باندش خلاصه معروف شدن به خط سیاه. همین آقای خاتمی و کروبی و عبدالله نوری و
اینا همه خط سه ای محسوب می شدن، موسوی خوینی ها و احمد و اون خط سه دوستان اون موقعش در زیراب منتظری رو زدن نقش داشتن. کشتار 67 رو هم احمد در واقع خره وزارت اطلاعات شد و شد واسط که آقای خمینی اعلامیه رو امضا کرد. اگر احمد هم موحف میزد ناکارش میکردن، چون قرار نبود بازی به هم بخوره. یک کاری هم نبود که احمد توش نقش اول نداشته باشه. ادامه 67 حزب بنیسه چی میخواست رو کنه؟ حزب منتظری رو کنه؟ مسئله طولانی شدن جنگ رو کنه؟ حزب بنیسه رو رو کنه؟ در تمام اینجا خود احمد خمینی بازیگر اصلی بود. این احمد میخواست به کی تکیه کنه؟ شب آخر حیات ایشون شب شام منزل برادرم مهمان بودیم. بعد از شام گفته شد که فال حافظ بگیریم. احمد آقا به شوخی گفت حافظ رو بدید به من، حافظ شناستر از همه شماها من است. باز کرد و این غزل آمد: بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است، از عمر به جز این شب زیجور نمانده است. این بیتو که خوند جواد برادرم پلویشون نشسته بود. بعدن که احمد آقا فوت کرد و مسائل ما صحبت میکردیم، برادرم جواد گفت که احمد آقا به من گفت من این فال بر خودم گرفته بود. مرحوم صادق طباطبایی در آخرین دیداری که با هم داشتیم دستشو گرفتم، گفتم صادق ولی قسمت میدم به امام موسی صدر، آیا در این ماجرا اینا دست داشتن؟ فقط چشماشو برهم زد و هیچی نگفت. باید متوجه می بود که وقتی که رهبر جدید میاد و حزبی وجود نداره، دوباره اون بیت رهبر جدید دیگه نمیاد بیت رهبر قدیم رو بیاره همه کار کنه که برای خودش هوو درست کنه که. قاعده ملکداری بیت پروریست دیگه. وقتی تو حکومت همه چیز در بسته است، در رسانه ها بسته است، کنترل محدوده، حکومت پر از تاریک خونه هاییست که کسی نمیدونه توش چی میگذره، بعد حق داد به مردم که به همه چی مشکوک باشن و خیلی شایعات رو هم باور کنن، برای اینکه اتفاقا خیلی هاشم مدن درست از آب در میادیم.